گذشته و پس از چند روز بیخبری، منابع رسمی خبر دستگیری و انتقال آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به همراه همسرانشان تایید کرده و محل نگهداری این افراد را زندان حشمتی تهران اعلام کردند. در همین رابطه گفتگوی تلفنی انجام دادیم با جناب آقای احمد سلامتیان، نویسنده و فعال سیاسی از پاریس. اون اتفاقی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی مدت ها بود ازش در حراس بود و نگرانی داشت گویا رخ داده و رهبران جنبش سبز بازداشت شدند. شما تبعات و اثرات این بازداشت رو برای جمهوری اسلامی تا چه حد پیش بینی میکنید؟ شکلی که درش این بازداشت اتفاق افتاده که عملا خود حاکمیت هم با تردیدهاش و نحوهی که با پشت با گذاشتن اصول اولیه آئین دادرسی و اصول مسلم قانون اساسی که خود این حاکمیت تبعیت و اطاعت مردم را از اصول دیگر این قانون و این آئین نامه شرط اساسی میدونه، در وضعیت سیاسی بسیار ضعیفی انجام میشه. ببینید قدرت یک حاکمیت با مخالفین خودش در مسافه زور و نیرو نیست، قدرت اساساً در مسافه مشروعیت ها و در مسافه سیاسی داشتن یا نداشتن راحل های سیاسی است. نحوه بازداشت که من بیشتر میگم نوعی گروگانگیری رهبران جنبش اعتراضی آقایان موسوی و کروبی، نحوه است که بیشتر به این آقایان یک نوع مشروعیت محوری در جریان سیاسی ایران میده و از این پس حتی معترضین دارای یک شعار واحد قابل لمس هستند که به ترتیبی میشه گفت مبارزاتشون رو مرحله بندی میکنه. حکومت بعد از این بازداشت توانایی سیاسی برگزار کردن یک محاکمه سیاسی رو که به موجب خود قانون اساسیش باید علنی باشه و با حضور هیئت منصفه باشه، نسبت به دو نفری که یکی 8 سال مدیریت اداری کشور رو به عنوان نخست وزیر در زمان جنگ ایران و عراق به عهده داشته و دیگری 7 سال ریاست مجلس جمهوری اسلامی رو داشته، سخت میتونه به طرفداران خودش و افکار عمومی ایرانی و افکار عمومی داخلی بقبولانه، مگر اینکه قبول بکنه این حکومتی که خودش از گذشته خودش شرم داره. امروز سخنگویان حکومتی میگویند بحث دیگه از فتنه نیست، بحث ضد انقلابه. این چه ضد انقلابی است که بخش اعظم کلیه کسانی که به نوعی در 30 سال گذشته در سخت ترین مراحل نمایندگی انقلاب رو کردند امروز در بند بگذاره، به زندان بکشه؟ پس قطعا این یک قدرت جدید است عملا در ذهن جامعه ایران و جامعه بین المللی. به این ترتیب یک نوع جابجایی در محل و تعریف انقلاب و ضد انقلاب به وجود میاد. امروز بیشتر کسانی که اصول خود قانون اساسی رو در مورد عمده ترین بانیان او به کار نمیبرند مشمول صفت ضد انقلاب میشند و تا آقایان موسوی و کروبی. الان سوال اینه که آیا جنبش سبز با این بازداشتی که مواجه شده باهاش، با دستگیر شدن رهبران جنبش که از اقبال عمومی بسیار بالایی نزد مردم برخوردار بودن، در مقابل حاکمیت در نقطه قوت قرار میگیره یا در نقطه ضعف؟ در تناسب قوای صحنه زور شکی نداره که بازداشت این آقایان نوعی ضربه شستی در کوتاه مدت برای حکومت علیه نیروهای معترض، اما
تعادل تحول سیاسی و تاریخی با اعمال زور فقط شکل نمیگیره، اون هم در دنیای پرتلاطمی که درست در همان روزهایی که نظام‌های دیگری که در خاورمیانه و جنوب مدیترانه متکی به زور بودند یکی پس از دیگری ساقط میشند، بعضی هاشون با هزینه کمتر مثل بن علی، بعضی دیگر با هزینه بسیار بیشتری مثل این روزها و ساعات قذافی که عملا موجودیت و وحدت خود اون کشور و محل و مقام خود ناسیونالیسم عربی رو که مدعی دفاعش بوده زیر سوال و خطر میبره. نوع دیگه آقای قذافی داره الان تجربه صدام حسین رو تکرار میکنه، به کار بردن بی حد زور به عنوان حل مسائل سیاسی، یعنی جستجوی سرنوشت سیاسی و تاریخی صدام و قذافی. پس ببینید اینجا بعد تاریخی و سیاسی مهمه. در بعد تاریخی و سیاسی این نحوه بازداشت رهبران جنبش اعتراضی آقایان کروبی و موسوی یک شکست کامل برای کسانی که اونها رو بازداشت کردند، و این شکست هم طوری است که در دام او هر چه بیشتر و بیشتر آنها فرو می‌روند. تا به حال اگر تردید داشتند که با گرفتن آقایان کروبی و موسوی اونها رو تقویت نکنند، به همین علت نکرده بودند تا به حال، از این به بعد اگر بخوان محاکمه غیر علنی بر اونها ترتیب بدن، محاکمهشون علنی نباشه، شفاف نباشه، بیشتر عدم مشروعیت خودشون ثابت کنن. تاریخ گذشته ایران نشون داده که این نوع رفتارها با کسانی که نقش محوری در حرکت‌های اعتراضی پیدا می‌کنند، اما از این که زندان باشه یا تبعید باشه، در میان مدت و دراز مدت به ضرر خود بانیان این کاره. و در نظر گرفتن این مسئله من میگویم کسانی که تصمیم به بازداشت گرفتن در شرایط کنونی عملا ناخودآگاه و به علت ترس و وحشتی که از جنبش اعتراضی پیدا کرده اند، در دام این ترس و وحشت خودشون دارند اعمالی میکنند که ظاهر ممکنه برشون موفقیت آمیز باشه، اما در واقع به نوعی انسجام و استحکام و شعارها و خط حرکت جنبش اعتراضی رو مشخصتر و درازمدتتر میکنه. و این کنکاش حکومت و اعتراض، چون اعتراض ذاتا مدنی است، اصلا یک مسابقه بوکس نیست. من به کرات اینو گفتم، یک نوع مسابقه دوست که درش برنده اون کسی خواهد بود که نفس بیشتر داشته باشه. امروز با بازداشت آقایان موسوی و کروبی ممکنه ضربه لحظه‌ای به جنبش اعتراضی زده باشند، اما برای جنبش اعتراضی خوراک، موضوع، پویایی، تحرک و نفس برای ماه‌های آینده ایجاد کردند.